خبرها. حذف زبان فارسی از لوحه دانشگاه هرات و هفتنامه صنایع در غزنی. طالبان در ادامه عملکردهای فارسی ستیزانه واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه ولایت هرات حذف کردند. منابع محلی در صحبت با روزنامه 800 میگویند که طالبان لوحه جدیدی را با عبارات پهنتون هرات بر در ورودی دانشگاه این ولایت نصب کردند. به گفته منابع دانشگاه هرات، در 6 سال گذشته فاقد لوحه بود، اما طالبان با تازگی لوحه در این دانشگاه نصب کرده اند، واژه دانشگاه در آن نیست. در همین حال منابع محلی در غزنی میگویند که خلاف معمول در 4 شماره اخیر هفتنامه دولتی صنایع در این ولایت که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به چاپ میرسد، حتی یک مطلب به زبان فارسی نشر نشده است. باشندگان غزنی این کار طالبان را فارسی ستیزی عنوان کرده و میگویند که این هفتنامه در حال به زبان پشتو نشر می شود که بیشترین مخاطبان آن در شهر غزنی فارسی زبان هستند. این در حالی هست که تیم اتحاد به همبستگی زنان افغانستان در اعتراض در فضای سربسته گفتند که طالبان با حذف یک کلمه نمی توانند زبان مولانا، سعدی، رودکی و فردوسی را حذف کنند. خبر دیگر، طالبان دفاتر شماری از ناشران کتاب را در کابل مهرلاک کردند. منابع در شهر کابل از مهرلاک شدن دفاتر شماری از ناشران کتاب از سوی طالبان خبر می‌دهند. دفاتر ناشران در یک مارکت در ساحه پل سرخ کابل از سوی طالبان مهرلاک شدند. منابع در کابل می‌گویند که طالبان ظاهرا علت این اقدامشان را عدم پرداخت مالیات از سوی ناشران خواندند. با گفته منابع، با آنکه ناشران کتاب از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین جواز دارند، طالبان گفتند که ناشران مکلف هستند برای انبارهایشان از شهرداری جواز تازه بگیرند. بر بنیاد معلومات منابع، طالبان در کنار دستور گرفتن جواز برای انبار تاکید کردند که ناشران باید مالیات 4 سال گذشته انبارهایشان را نیز پرداخت کنند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان شیوه های مختلف را برای گردآوری مالیات و افزایش عوایدشان به کار گرفتند. خبر دیگر، هشدار سفارت آمریکا و شهروندان این کشور در روسیه. سفارت آمریکا در مسکو با صدور یک هشدار امنیتی از آمریکایی‌ها خواسته است که گزینه خروج از روسیه را از دست ندهند و به گونه فوری این کشور را ترک کنند. CNN این گزارش را نشر کرده. در این گزارش آمده است که روسیه ممکن است از به رسمیت شناختن تابعیت آمریکایی افراد دارای دو تابعیت امتناع و از دسترسی آنها به قنصلی ایالات متحده جلوگیری کند و آنها را نگذارند از روسیه خارج شوند. این گونه افراد دارای دو تابعیت را برای خدمت سربازی وادار کنند. سفارت آمریکا هشدار داده است که مقامات روسیه شهروندان آمریکایی که در تظاهرات شرکت کرده بودند را دستگیر کردند. این سفارت به طور مداوم به آمریکایی‌ها هشدار داده است که به روسیه سفر نکنند و در صورت رسیدن به روسیه فوراً آنجا را ترک کنند. آمریکا از شهروندانش خواسته است که از هر گونه اعتراض سیاسی یا اجتماعی خودداری کنند و از نیروهای امنیتی در این رویدادها عکس نگیرند. آمریکا خاطر نشان کرده است که حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان در روسیه تضمین نشده است. در این هشدار آمده است که سفارت محدودیت‌های شدیدی برای کمک به شهروندان آمریکایی دارد و شرایط از جمله گزینه‌های حمل و نقل ممکن است ناگهان محدودتر شود. گفتنی است که این هشدار پس از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بسیج نسبی مردم روسی برای جنگیدن در اوکراین منتشر شده است. خبر دیگر و مهم، 3 شهروند چین در کراچی پاکستان کشته و زخمی شدند. این رویداد امروز در داخل یک کلینیک دندان در منطقه صدرای شهر کراچی رخ داده است. اسد رضا یک مقام پلیس پاکستان گفته است که مهاجم با تظاهر به بیماری وارد در درمانگاه شده و سپس بر روی شهروندان چین تیراندازی کرده و افزوده است که قربانیان برای مدت طولانی این کلینیک را اداره می کردند و هیچ تهدید دریافت نکرده بودند. پلیس پاکستان در خبرنامه قربانیان را رونالد 25 ساله، ماگریت هویی 72 ساله و ریچارد هویی 74 ساله شناسایی کرده است. این نخستین مورد از حملات به اتباع چین در این کشور نیست. در ماه اپریل نیز 3 شهروند چین در یک حمله انتحاری در خارج از مؤسسه کنفیسیون دانشگاه کراچی کشته شدند. را در آبهای سواحل شرقی با حضور ناو هواپیمابر انجام دادند. قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا پس از توقف در ژاپن وارد کوریا جنوبی شود و روز پنجشنبه از منطقه غیر نظامی و شدت محافظت شده یعنی DMZ بین دو کوریا بازدید کند. هر ساعت پیش در سخنرانی خود بر روی ناوشکن USS هاروارد
در شهر یوکوساکی ژاپن. پرتاب موشک‌های اخیر توسط کره شمالی را تهدید مستقیم به منطقه دانسته و قطعنامه متعدد شورای امنیت را نقض می‌کند. گفتنی است که کره شمالی این هفته نیز یک موشک بالاستیک دیگر را به سمت دریا در سواحل شرقی کشور شلیک کرد. ستاد مشترک ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که شورای امنیت ملی کره جنوبی جلسه اضطراری برگزار و این آزمایش را محکوم کرد و متعهد شد که به ایجاد ظرفیت قاطع برای بازدارندگی کره شمالی ادامه دهد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که ساخت تسلیحات و موشک‌های هسته‌ای این کشور برای دفاع از کره شمالی در برابر تهدیدات آمریکا است. این همه در حال است که کره شمالی سلاح هسته‌ای را تولید کرده است که می‌تواند نیم خاک آمریکا را با خاک یکسان کند. آنها می‌گویند که اگر غلط از توسط دشمنان ما صورت می‌گیرد، موشک‌های هسته‌ای ما خودکارانه به عمل درمی‌آیند. خبر دیگر، کانادا تحریم‌های بیشتری بر روسیه اعمال می‌کند. دولت کانادا در واکنش به همه‌پرسی روسیه در مناطق تصرف شده اوکراین قصد دارد تحریم‌های بیشتر علیه مسکو وضع کند. خبرگزاری رویترز به نقل از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گزارش داده است که این کشور هرگز نتایج همه‌پرسی یا تلاش روسیه برای الحاق غیرقانونی خاک اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسند. جاستین ترودو در بیانیه گفته است که ما قصد داریم تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای اعمال کنیم که در این تلاش اخیر برای تضعیف اصول حاکمیت دولت شریک هستند و مسئولیت خونریزی بی‌معنای جاری در سراسر اوکراین را بر عهده دارند. این در حالی است که روس‌ها با راه‌اندازی همه‌پرسی تلاش دارند 4 مناطق شرقی لوهانسک، دونیتسک و نیز مناطق خرسون و ژاپاروژیه را در جنوب شرق اوکراین به خاک خود ضمیمه کنند.